به نام خدای مهربان، با عرض سلام دوستای عزیز، عبدالله شمس هستم و باز هم خداوند شکرگزار هستم که مرا توفیق داد تا که در خدمت شما دوستا و عزیزا باشم. امروز میخوایم که یکی از سوره های مهم دیگه از قرآن کریم با هم یک جا به شکل تجویدی بخوانیم که او سوره عبارت از سوره اخلاص یا سوره قل هو الله احد است. سوره است که در مورد فضیلتش احادیث بیشماری آمده و امروز میخواییم میره به شکل تجویدی یاد بگیریم، چرا که سوره بسیار کوتاه هست و در نمازها اکثرا تلاوت میشه. چقدر خوب است که ما میره به شکل تجویدی و به شکل درست بخونیم تا اینکه هم نماز ما بهتر و خوبتر شوه و هم ما بتانیم که قرآن کریم و سوره اخلاص به شکل زیبا تلاوت بکنیم. در قدم اول ما سوره اخلاص تمام نکات تجویدی شد که دمی 3-4 آیت است. در تمامش میبینیم که کدام جای کدام حرف به چی شکل تلفظ میشه. تمام نکات شما بر شما میگم و در مرحله بعدی مثل درسای گذاشته باز من سوره را میخوانم از سر تا آخر و شما در هر آیه که من وقف میکنم میشه که از پشت ما تکرار کنین تا اینکه خوبتر یاد بگیرین. پس بیاین که درس خود شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسین زیر بس، بی باسین بس خوانده میشه. بسمیل بسمیل، میم هم باز زیر داره با لام وصل میشه چرا که لام بالای شد است. بسم الله، الله اینجا باریک خوانده میشه، یعنی الله نمیگه بسم الله، اینجا الله باریک شد. هی با ری وصل میشه چرا که ری شد داره، باز ری را دو بار میخوانیم و یک بار دیگه با حی بعدیش. بسم الله الرحمن الرحیم، دو جایی که حی آمده از قسمت وسط حلق تلفظ میشه کم با فشار. کوشش کنیم که امی دو حی را کم خوبتر و زیباتر تلفظ بکنیم چرا که بسیاری کسا ایرا مثل دریواری رحمان رحیم میگه که اشتباه است. رحمان الرحیم. خب از اینجا سوره شروع میشه. قل هو الله احد. ببینین اینجا چند جای حرفا به رنگ سبز آمده، اینجا قاف هست، لام هست رنگش سبز هست، اینجا هم سبز، سواد هم سبز، که این تمامش به این معنا که ما باید سیر پر بخوانیم و مفهوم پر و باریک هم در درس 15 در ویدیو ما بر شما بیان کردم. اگر که شما ویدیو را ندیدین میتونین از روی ازو حروف پر و باریک خوبتر یاد بگیرین، یا حروف استعلا و استفال. قل هو الله احد، اشتباهی بسیار کلانه که اکثر افراد انجام میتن. دمی اولین آیتش هسته که اینجا هید و چشمه را تلفظ نمیکنن. ما متوجه شدیم کسایی که تجوید یاد ندارن اکثرا میگن قل والله، قل وال یعنی هی کاملا حذف میشه، واو بالا میزنن یعنی قل وال میگن. ای اشتباه، یک حرف کم میکنیم و ما برتون گفته بودم وقتی یک حرف کم شوه در قرآن کریم این لحن جلی حساب میشه، اشتباه بزرگ میشه که ما معنای که معنا و مفهوم کلمه را از بین میبره. قل هو الله، درستش به این شکل است. قل هو، هو یک کمه که باید از هی را کش کنیم. قل هو الله احد، احد ایجا هم حی از باید از حی از وسط حلق با فشار تلفظ شد. اما قسمه که در بسم الله الرحمن الرحیم برتان گفتم احد، اولش الف است و الفی که گفتیم زبر زیر یا پیش داشته باشه او امزه تلفظ میشه، مثل امزه. احد، دال رنگش آبی شده. آبی به چی مانا؟ به این مانا که باید از قلقله شوه. اگه ما این را بگویم احد، در اینجا متوجه میشیم که دال کاملا به تی تبدیل شد. احد، ما باید سیر دال تلفظ کنیم. و چه وقت ما میتونیم میره دال تلفظ کنیم؟ چرا که جا ما ساکن میسازیم به خاطر که آیه آمده و اینجا ما تنفس میکنیم، یعنی وقف میگیریم، از او خاطر ای دو پیشش به ساکن تبدیل میشه و دال ما از او خاطر باید از قلقله بکنیم. چرا رقم قلقله میکنیم؟ احد، احد، ده، همین ده که میگیم اینمی خودش قلقله است. اگر شما همین ده را نگوین این دال به تی تبدیل میشه و اشتباه بزرگ میشه. بسیاری ها این را مراعات نمیکنن که بعد از این امیدوار هستم که شما این قانون هم حتما مراعات بکنین. قل هو الله احد. بعد از او دعای دوم که میرسیم باز هم الله رنگ سبز شده، یعنی که باید از الله را پر بخونیم.
الله الصمد. باید از این برتون یادآوری کنم که الله چه وقت برخوانده میشه و چه وقت باریک خوانده میشه. برتون شاید سوال ایجاد شود، بسم الله که میگیم الله باریک است و دیگه که الله میگیم الله پر است. چرا این پر ایجاد باریک میخوانیم؟ دلیلش چی است؟ دلیلش بسیار ساده است. اگر قبل از الله یا معرف اول الله که آمده، اگر که زبر یا پیش داشته باشه، او الله پر خونده میشه. اما اگر ما قبل از الله هر حرفی که بود اگر او زیر داشته باشه، اوجا باریک خونده میشه. دیگه متوجه شوید بسم الله که میگیم میم زیر داره، میم زیر داره، یعنی ما قبل الله حرفی که آمده زیر است، از او خاطر الله را باریک میخوانیم. بسم الله من الله. اما دیگه ببینین که حرف اولش که همزه است، اینجا زبر آمده. الله الله الصمد. دی آیه اول هم که بود واو زبر داشت، یعنی ما قبل از الله حرف که آمده بود او زبر داره، از او خاطر الله را دیگه پر میخوانیم. امیدوار هستم که متوجه شده باشین. الله الصمد. هی با صاد وصل میشم. براتون فرق بین سین و صاد در درسای گذشته در مخارج حروف گفته بودم، امیدوار هستم که درس‌ها رو شما تعقیب کرده باشین. میتونین که فرق سین و صاد از او درس‌ها یاد بگیرین که سین باریک خوانده میشه، صاد پر خوانده میشه. همین تفاوتشون است. الله الصمد و صاد دو دفعه خوانده میشه چرا که تجدید داره. الله الصمد. باز هم دال رنگش آبی شده به این معنی که قلقله میشه، مثل احد صمد، احد صمد. اینجا قلقله فراموشتان نشه. بعد از او آیه سوم که میرسیم، لم یلد و لم یولد. متوجه شوید بینشان یک لام الف آمده. لام الف چی معنی میده؟ به این معنی که اینجا ما نمیتونیم وقف کنیم. یعنی بعضی ها میگن لم یلد و لم یولد، یعنی اینجا وقف میگیرن. لا یعنی نخیر، دیجا وقف نکو، مثل که میگن نو پارکینگ، مثل زواری است، یعنی استاپ، دیجا صورت گرفتن نمیتونه، ما نباید اینجا وقف کنیم. لم یلد و لم یولد. یک جای میخوانیم و متوجه شوید که باز هم اینجا هم دال آبی شده، اینجا هم دال آبی شده. اینجا رو باید از قلقله بکنیم و این بسیار مهم است. یعنی قلقله یکی از صفات بسیار زیاد مهمه تجوید است که باز در درس‌های آینده هم در موردش بیشتر صحبت میکنم که قلقله چیگونه صورت باید بگیره، که اگر ما قلقله نکنیم حرف تغییر میکنه و تغییر حرف لحن جلی حساب میشه. لم یلد و لم یولد. اشتباهی که ما بسیار متوجه میشم اینجا یولد واو است، یاز باز واو است و اینجا پیش هم داره، یعنی واو از جمله حروف مدی است، باید از یک حرکت میرکش کنیم. اما بسیاری ها میگن لم یلد و لم یولد، یولد یولد غلط است، باید بگیم یولد یولد. یک کمی باید از پیش کش کنیم چرا که واو باز تلفظ نمیشه. ولم یولد دیجا قلقله میشه خلاص. بعد از آیه بعدی که میرسیم آیه آخرش، ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له، اینجا نون آمده، نون ساکن است، اما بعد از او لام آمده که اینجا لام زبر داره یا تجدید داره. یک قاعده است در صفات حروف که بازی را هم در موردش صحبت خواهد کردم در درس‌های آینده، که وقتی بعد از نون ساکن حرف لام بیاید، نون ساکن تلفظ نمیشه و حرف ما قبل از نون با حرف لام وصل میشه. اینجا هم همین قانون ما و شما مراعات میکنیم. یکن له، یکن له نمیگیمش، کاف مستقیم با لام میچسبیم. ولم یکن له له. اینجا هر متوجه باشین یک کامه را کامه، نمی کامه هم در قرآن کریم ما معنای پیش است، هر ما پیش میخوانیم. یکن له له کفوان کفوان، جدا جداست، کاف پیش کو، ف پیش فو، واو الف دو زبر، وان کوفوان کوفوان احد. بازم احد مثل احد اول وری، الف امزه است، باز یعنی الف مثل امزه تلفظ میشه، حی از وسط حلق تلفظ میشه، دال هم قلقله میشه و دمیج آیه ختم میشه. ولم یکن له کوفوان احد. امیدوار هستم که تمام نکات تجویدیش هم بر شما تانسته باشم یاد بتم و شما هم یاد گرفته باشین. حالا میره و تمام سوره را از سر تا آخر ما بر شما تلاوت میکنم، قرائت میکنم و شما میتونین که در آیه استاپ کنین ویدیو را و از پشت ما تکرار کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد